دوستان سلام، امروز موشکاف پاشو کرده تو کفش مهندسین برق و یه موشکافی الکترورژیمیک داره. بله، وقتی سران سه قوه نظام اتصالی میکنن جرقه میزنن دیگه، مخصوصا که دوتا قطب این قوه ها هم نامن باشن. آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به موضوع لغو سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس در مشهد و ضمن انتقاد از برخی واکنش ها گفت این پرونده به معاون اول قوه قضاییه ارجاع شده و بهتر است تا رسیدگی کامل به موضوع از اظهار نظرهای عجولانه پرهیز شود. اما این همه ی حرفای این رأس از لاریجانی ها نبود، تیریش پریدنش به اون یکی رأس و قیچی کرده. ملاحظه بفرمایین. این گلایه را از رئیس مجلس هم دارم، اما ایشان منصفانه تر گفته است. عرض من به رئیس مجلس این است که رئیس قوه قضاییه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید. البته من به دفاع شماها نیازی ندارم. یه زمان این آملی لاریجانی میگفت یه آقایی، یه شخصی یا یه فردی فلان و بهمان گفته، جوابشو میداد. ببین اوضاع نظام به کجا رسیده که حالا اسم میبره، اونم نه هر اسمی، سر مجلسو میگه که اخویشه، دیریم رام دام دارم رام. حالا دادستان نظامو داشته باشی. اما سوال مهم این است که رئیس جمهور تمام قد به یک رئیس قوه و دو وزیر نامه میزند و قبل از اینکه رسیدگی صورت بگیرد در نامه خود حکم میدهد و دادستان مشهد را متخلف احراز میکند و مدعی میشود که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی عمل کرده است. شما که در نامه خود درخواست رسیدگی کردید، چطور قبل از رسیدگی حکم میدهید؟ تمام قد که چرت کنم، یه نلین و یه حلقه امامه هم اضافه کن. طرف به حکم دادن بدون رسیدگی گیر داده، این شگردشونه، اصلا دکتراشو دارن. اینا رو گفت و عشق صدیقی رو هم در آورد. خدایا نفوذی های کشور رو افشا بفرما، به حق محمد و آل محمد ما را از شر نیروهای خودفروخته در هر پستی دلی با مردم ندارند، از شر اینها حفظ بفرما. بارالها کسانی که منشأ دو قطبی شدن میشن، منشأ اختلاف میشن، دلها رو به هم مکدر میکنن، هدایتشون بفرما. اینو خوب اومد، نفوذی، خودفروخته، دو قطبی، اینا که از خودتونن. راستی از کی اینقدر میترسین؟ حاجی دلیگانی تو بگو. چرا باید درباره لغو سخنرانی مطهری سران سه قوه ورود کنند؟ اخباری که به دست ما میرسد حاکی از این است که جریان خاصی پشت موضوع سخنرانی مطهری قرار داشته است که مربوط به جریانات سیاسی هم نیست. باید بررسی شود که آیا عناصر نفاق پشت این موضوع بودند که این میتینگ را به این صورت برگزار کنند؟ پس معلوم شد علت اصلی وحشت صدیقی گریان و امثالش چیه و چرا از اونایی که اسمشون نفوذی اینقدر میترسن. حالا مطهری نایب رئیس مجلسم شده نفوذی، تا موقع انتخاباتم خودسران سباتری ببخشید سه قوه نظام میشن نفوذی. ببینین کی گفتم.